بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و صدمن باشین شاگرده از نازنینم 27 سرطان 14 شده که شمسی است و تاریخ سن ما آغاز کردیم درس اول ما و شما فهمیدیم که در انگامی که دین مبارک اسلام به افغانستان میامد چی در کشور ما بود و چی سبب شد که اسلام حضور انتشار پیدا کنه بعدش فهمیدیم که همویا چطور کمک کردن بعدش قیام ها چطور بود و چطور تا ابو مسلم و خراسانی شکست خوردن و عباسی ها به قدرت رسید و چطور منصور ابو مسلم و خراسانی را با هیله کشت و بعدش چطور تاست مغل ها خودشان سقوط کردن چیزایی بود که ما در درس اول خواندیم درس دوم ما که مطابق درس چهارم کتاب مکتبتان است تاثیر تاثیرات متقابل عرب های مسلمان و مردم افغانستان یعنی چه تاثیری بالای همدیگه داشتند آیا می دانید که اسلام و مردم افغانستان به یکدیگر خدمات مهمی کردن؟ اگر نمیدانید گوش کنید با ورود اسلام کشور ما وارد مرحله جدیدی از تاریخش شد اسلام به ما هویت جدیدی داد و پس از آن کشور ما به نام سرزمین اسلامی یاد گردید این هویت جدید باعث یگانگی و وحدت کشور ما شد زیرا همه اقوام و قبایل صاحب عقیده و دین یگانه ای شدن امروز مثلا یک نقطه مشترک خود که میگیم میگیم شکر کل ما مسلمان هستیم دین اسلام همچنین موانع موجود در راه تحصیل علم و دانش را برداشت و انحصار علم را که در اختیار مردمان قدرتمند و پولدار و یا کمرانان بود از بین برد علم در خدمت گی باشه علم اسلام طرفدار علم است به همین دلیل علم و دانش رشد کرد شمار علما و دانشمندان در کشور ما زیاد گردید و افراد زیاد خدمات علمی شایسته به دنیای دانش عرضه داشتند از سوی دیگر مردم سرزمین ما بر ضد رفتار تبیزامیز شمار از والیان دوره اموی قیام کردند آنان در نحظت عباسی بر رهبری ابو مسلم خراسانی سهم گرفتند که در درس قبلی فهمیدیم همچنین مردم این کشور در زمینی نشر اسلام فداکاری های زیادی کردند و اسلام را به نقاط شرقی گسترش دادن پیش بردن اسلام دیگه گسترش دادن کار کردن خلاصان که تاثیر اسلام و افغانستان تاثیر متقابل و دو جانب است اسلام به افغانستان هویت داد افغانستان هم در انتشار اسلام و افغان کمک کرد اسلام به مردم ماویت جدیدی داد و وحدت و یگانگی بخشید درهای علوم را گشود و مردم افغانستان نیز از طریق رای خدمات علمی و فرهنگی و نیز با جانفشانی در راه انتشاران در بنای قصر با شکوه تمدن اسلامی سهم خوبی گرفتند خصوص علما و دانشمندان نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کردند علمای بسیار بزرگ داشتیم خب دیگه روزی شریف هم که یک دادتان رفتید و اگر نرفتین بخیر یک سفرک طرف مزار بگیرین و برین روزه ببینین از نزدیک فعالیت ها داده دیگه ایش مربوط شما میشه من میگذرم خب این قلعه اختیاردین در هیرات ها میبینین به فصل دوم رسیدیم دوستای نازنینم فصل دوم شما میتونن هر درس توقف بتین و همه بسیار درسک آسان هست دیگه بر شاگرده سنفه فشت هست شاگردای نازنینم باید دیگه این را بیخیفت شد براتان سوال از شما میشه که اسلام بالای افغان ها و افغان ها بالای دین اسلام و مسلمان ها تاثیرات داشتن شما میگین اسلام یک هویت بر ما شد که مسلمان هستیم یک پارچگی ایجاد کرد درهای علوم گشود طبقات از بین برد علم اختیار همه قرار داد و افغان ها چی کرد؟ افغان در انتشار اسلام در نوشتن کتاب ها در بیان موضوعات دینی به زبان شیرین این کارا را علمای اسلام کرده فصل دوم حکومت های مستقل اسلامی افغانستان شامل درس زیر است تاهیریان، سفاریان و سامانیان می غزنویان و سلجوقیان غوریان و خوارزمشاهیان مغلان، تیموریان و آل کرد اینی چیزایی که ما شما مورد بررسی قرار اهداف فصل چی فایده میکنه این فصل میخوریم آشنا ساختن شاگردان با زمین های شکل های مستقل محلی اسلامی در افغانستان آشنا ساخ... یک هدفش آشنا ساختن شاگردان با شخصیت هایی که برای نخستین بار در راه استقلال قدم برداشتن اینا را میشناسید آشنا ساختن شاگردان با سلسله های محلی اسلامی بعد از اسلام در افغانستان آشنا ساختن شاگردان با چگونگی چون... روابط میان سلاطین و خانواده های محلی آشنا ساختن شاگردان با چگونگی هجوم سپاهیان چنگیز و تیمور به افغانستان و نیز چگونگی شکلگیری روابط دولت کرد و مغولان درس پنجم تاهیریان، سفاریان و سامانیان خب دوستان نازنین آیا میدانین نخستین حکومت های مستقل اسلامی در کشور ما شکل گرفتن؟ اگر نمیدانین میخوانیم اول تاهیریان است سلسله ها به اساس اولین حاکمشان معمولا نامگذاری میشن طاهریان از نام تاهیر گرفته شده طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان زندجان کنونی هیرات بود طاهر هیراتی بود وی به سال 159 قمری که معادل 776 میلادی است تولد کرد طاهر از زمان آغاز جوانی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شرکت میکرد وی در اختلاف دو برادر مامون و امین عباسی از مامون رشید حمایت کرد و در سال 195 قمری که معادل میلادی سمین را به قتل رسانید متاسفانه قدرت سبب بینمی میشد برادر برادر قتل میکرد میکرد چشم شکور میکرد و امثال زیبدی ها خب به هر صورت تاهر گفتیم که مادر مامون از خراسان بود به خراسانیان با مامون خود نزدیک فکر میکردن طرفداری میکردن تاهرام که فرزند حسین است از پوشنگ ایراد چیکت به طرفداری مامون امینه به قتل رسان از این پس مامون رشید خلیفه مسلمانان شد بعد از آرون و نوبت به امین و مامون میرسید که مامون رو پس از طرف خلیفه, خلیفه مامون به عیس حکمران خراسان مقرر شدیم تاهر تاهر در اینجا در یکی از روزهای جمعه سال 207 قمری که معادل 822 میلادی از منبر رفت و نام خلیفه را از خطبه انداخت و استقلال خود را اعلام داشت اما در فردای امان روز به قتل رسید سپس از او فرزندانش در افغانستان با حکومت رسیدن و 55 سال بر سر قدرت باقی ماندن ای چی شد؟ تاهر به پاس هم خدمتی که به مامون کرده بود بایس حکمران خراسان مقرر شد هم در یکی از خطبه ها دیگه نام مامون نگرفت استقلال خود ایلان کرد و طرفدارای مامون به قتل رسند شد بعدش فرزندایش بازدگونا بغاوت کردن و قدرت به دست گرفتن و 55 سال در قدرت بودن آخرین فرد این خاندان محمد نام داشت که در سال 259 قمری یا 873 میلادی توس یعقوب فرزند لیس سفاری دستگیر شد و در زندان سیستان درگذشت این از اینجا حکومتشان سقوط میکنه متوجه میشیم تا طاهر شروع میشه و در محمد که از این خانواده است دیگه خاتمه پیدا میکنه حکومت رویشون و او یعقوب فرزند لیس از بعدش بعد از تاهیریان سفاریان شروع میکنه آغازگر و بنیادگذار حکومت سفاری یعقوب فرزند لیس میباشد از تاهیریان طاهر بود از این یعقوب فرزند لیس هست. وی از مردم سیستان بود در جنوب غرب افغانستان در سال 207 قمری که مادل 822 میلادی تولد شد پدرش شغل مسگری داشت و به همین دلیل به یعقوب و برادرانش عمرو علی و طاهر سفاریان گفته می شود از امو مسلک پدر یعقوب در جوانی به گروه ایاران پیوست وی ای در این گروه به رتبه افسری یا پیشوایی رسید یعقوب با همکاری ایاران شهرهای مختلف سیستان را گرفت اما بایت رسمی مردم سیستان با او در روز 25 محرم سال 247 قمری که معادل 161 میلادی صورت گرفت از این پس یعقوب به جنگ زنبیل شارف و مناطق مهم مملکت ما به دست یعقوب افتاد محمد آخرین فرد خاندان تاهریان نیز اسیر او شد یعقوب که در خود قدرت و توانایی احساس میکرد به سال 262 قمری که معادل 867 میلادی خواستار اداره بغداد مرکز خلافت عباسی شد که در نتیجه و با جنگ با معتمد خلیفه عباسی منجر شد اما شکست خورد یعقوب پسر لیس مسگر بود به این خاطر به نام سفاریان یاد میشه و در گروه ایاران پیوست یک گروه خود جوان مرد میگفتن یک سیست خوبی اخلاقی و جوان مردی داشتن به سرکردگی از اینا رسید و استاستا بلند پرواز شد و خواست که بغداد به تصرف خود بره یعقوب در سال 265 قمری یا 879 میلادی درگذشت و پس از او عمرو برادرش روی کار آمد عمرو سفاری نیز که سامانیان را رقیب خیش میدانست در 287 قمری یا 900 میلادی به جنگ آنان رفت اما تای جنگ در نزدیک بلخ شکست خورد و اسیر اسماعیل سامانی شد حکومت سفاری ها پس از این به صورت محدود تا سال 300 قمری یا 913 میلادی در سیستان ادامه یافت اکثر از اینا خوب است به شکل سریال هم جور شده که حتما ببینید این هم نقشه دولت سفاریان سامانیان سامانیان از فرزندان شخصی به نام سامان به حساب می آیند. سامان از مردم بلخ بود و در زمان امویان مسلمان شد فرزندانش به مقامات مهمی در دستگاه مقامات مهمی در دستگاه حکومت رسیدند بنیانگذار حکومت سامانی ها اسماعیل سامانی می باشد از تاهیدیان تاهر بود از سفاریان یعقوب ابن لیس بود از سامانیان که است اسماعیل سامانی است امیر اسماعیل اش سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را پایتخت خیش ساخت و آبادش کرد که اینا بخیر امکانات مالی پیدا کردین یک دفعه برین بخارا را ببینین ازبکستان برین شهرها را بخارا اتمن برین ببینین از نزدیک پس از در گذشت او پسرش احمد و به دنبال و نصر به پادشاهی رسیدن حکومت نصر اوج فرمان و درخشش سامانیان است زیرا در روزگار و او گروه زیادی از دانشمندان در دربار سامانیان گرد آمده حکومت سامانی در ابتدا از نظم و اداره خوبی برخوردار بود اما پس از آن که محل... محلی قدرت یافتن دوچار مشکلات گردید یکی از عمرای محلی آلتگین نام داشت که از فرمان سامانیان سرپیچی نمود و نیروهای سامانی را در ناحیه خلم... خلم, در ناحیه در شمال افغانستان شکست داد از آنجا امراه, با طرفداران خود در غزنی حکومت جدید را به سال 351 قمری که معادل 962 میلادی است اساس گذاشت اینیام آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در شهر بخارا اینجا خیر برین که تشک اکسان بگیرین خب دوستای نازنین سامانیان سقوط میکنه زمینه برای غزنویان فراهم میشه در درس ششم بخیر در مورد غزنویان و سلجوقیان صحبت میکنیم سه سلسله را تا اینجا ما شما فهمیدیم که در افغانستان دیگه حکومت های خود مختار اعلان کردن و تاهیریان بود سفاریان بود و سامانیان بعدشی که غزنویان چی کرد و سلجوقیان چی کرد در درس سیوام انشاءالله خدمتان صحبت خواد کردم فقط شما اگه یک مهربانی بتانین که در این موارد یک ذره یک زیادتر خودتان مطالعه کنین یک تاریخ عمومی براتان خریداری کنین در خانه باشه وقتی ما در کدام از اینا گپ یک ذره زیادتر مطالعه کنین یگام گپکای نو پیدا کنین که در صنف بگوین معلم تاریخ تان است پیشتان خوش میشه در سای ما را به دید انتقادی نبینه بزرگوارا فقط در این که با نوجوانای صنف 8 صحبت داریم در حدود توجه کنن فقط می که یک مقدمه شوه برای درس های مکتبشان امروز مثلا ما ایره گفتیم خواندن صبح میره معلمشون باز بخیر در مکتب خوب تشریح میکنه اونایی که مکتب رفتن میتونه درقل یک بیان شد موضوعات برشان بسیار زیاد دوستان داریم تا درس بعدی خدایا رو یاورتان باد